یعنی چی؟ یعنی که اونجا اینا هی جستجو میکنن در روز قیامت، این شریکانی که ما که اینا همه جان میدادن براشون، چار دست پا را همیشون میبردنشون، گل مالی میکردن، سینه زنی میکردن، زنجیر زنی میکردن، دنبال اینا میگردن، اینایی که اینجا اون خودشون سگ زینب و سگ رقیه و سگ عباس و سگ کرباس میخوندن را تشبیه اون بزرگان، اینا کجان؟ لیکن پیدا نه دالان هم همه این از می میره، هیچ خبری ازشون نیست، اینا رو نمیتونن پیدا کنن. لیکن در پیش خدا میگن چی میگن؟ والله ما کنا مشرکین، والله ربنا ما کنا مشرکین، والله به خدا قسم ما مشرک نبودیم. که این موضوع دیروز هر دو تفسیرشو شرح دادم. این که شریکانشون غایب میشن در مقابل ساحت پروردگار، این آیه اونو توضیح میده. ضل عنهم ما کانوا یفترون، همه این افتراعاتشون ناپدید میشه، محو میشه. ضل اینجا معنای غایب شدنه، ناپدید شدنه. در گذشته مگه نمیگفتند وقتی در دنیا بودند ایمان نداشتند؟ و قالوا اذا ضللنا فی الارض اینا لفی خلق جدید بل هم بلقاء ربهم کافرون. گفت که اگه ما در زمین ناپدید میشیم، ضللنا فی الارض، ناپدید شدن، آیا ما دوباره خلق میشیم؟ یعنی زیر خاک میریم، پودر میشیم، خاک، جز عناصر خاک میشیم؟ آیا دوباره ما خلق میشیم؟ بلکه اونها به لقای پروردگارشون کافرن. در سوره شریفه سجده آیه 10 اینو میخونیم، ولذا اونها به عنوان منکران و ملحدان، به عنوان منکران روز رستاخیز با تعجب میپرسن چطور ممکنه که آدم در زمین خاک بشه دوباره زنده بشه؟ بلکه اونها به این ایمان ندارن کسی که اونها را بر اولین بار خلق کرده میتونه دوباره خلقشون بکنه. ورزه کلمه ضلّ، ناپدید شدن، معانی متعددی داره. از جمله معانیش این که غایب میشه، ناپدید میشه.